دکتر عبدالله عبدالله، مذاکرات صلح به بهانه محل برگزاری به تأخیر نیفتد. دومین نشست شورای مصالحه، سخنان خلیلی در نشست قبلی سانسور شد. یک فرمانده ارتش در بلخ کشته شد. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. دومین نشست شورای مصالحه ملی، سخنان کریم خلیلی در نشست قبلی سانسور شد. دومین نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی برگزار شد. در این نشست شمار از رهبران سیاسی بجز کریم خلیلی حضور داشتند. یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری دلیل عدم حضور کریم خلیلی، دیگر معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس شورای مصالحه ملی را سانسور سخنان و توسط تلویزیون ملی در نشست قبلی شورای مصالحه ملی عنوان کرد. نشست نخستین کمیته رهبری شورای مصالحه به تاریخ 15 قوس در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در آن نشست کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح حضور داشت و سخنان وی از تلویزیون ملی نشر نشد. این اقدام تلویزیون ملی واکنش های گسترده ای را در پی داشت. در دومین نشست کمیته رهبری شورای مصالحه که امروز شنبه 6 ژوئیه در قصر سپهدار برگزار شد، یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور گفت که در نشست قبلی خلاف موازین اخلاقی صدای استاد خلیلی سانسور شد و به همین دلیل وی امروز حضور ندارد. قانونی در ادامه به وضعیت جوری در کشور پرداخت و افزود که جنگ در افغانستان روزانه قربانی میگیرد و مقام های حکومتی باید چاره ای بسنجند. این در حال است که اخیرا موج ترور و کشتار هدفمند شهرهای بزرگ کشور به ویژه پایتخت را فرا گرفته است. دولت طالبان را مسئول میداند و طالبان نیز همواره دست داشتن در این ترورها را رد میکنند. خبرنگاران، فعالان مدنی، ماموران امنیتی، نمایندگان مجلس و رجال سیاسی از اهداف و قربانیان ترورهای اخیر بودند. دکتر عبدالله عبدالله، مذاکرات صلح به بهانه محل برگزاری به تأخیر نیفتد. در دومین نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی، عبدالله عبدالله رئیس این شورا بر اثرگیری مذاکرات صلح در زمان مقرر تاکید کرد و گفت که گفتگو به بهانه محل برگزاری به تأخیر نیفتد. او در این نشست که امروز شنبه 6 ژوئیه برگزار شد گفت مهم است که دور دوم گفتگوها به موقع آغاز شود و به خاطر محل برگزاری به تأخیر نیفتد. اشاره آقای عبدالله به درخواست های اشرف غنی و مشاور امنیتی ملی او درباره لزوم برگزاری مذاکرات صلح در داخل افغانستان است، درخواستی که از سوی طالبان رد شده و همزمان نگرانی های را درباره احتمال بروز اختلاف میان دو طرف و تأخیر در آغاز مذاکرات برانگیخته است. عبدالله همچنین به هیئت مذاکره کننده دولت گفت که هیچ مواد شامل آجندای ترس نداشته باشد. طرح مسئله مذهب به منظور ایجاد نفاق. در این نشست عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی نیز حضور داشت و بر یک پرچگی آیت مذاکره کننده دولت تاکید کرد. او گفت مطرح کردن مسئله مذهب در مذاکرات به خاطر این بود که در میان اعضای آیت دولت افغانستان اختلاف و درس ایجاد شود. سیاف افزود که تلاش های فردی درباره مذاکرات باید خاتمه یابد. جنگ به سود طالبان است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری هم که امروز در نشست کمیته رهبری شورای مصالحه سخنرانی میکرد بر برقراری آتش بس تاکید کرد. او با اشاره به افزایش خشونت در پایتخت گفت طالبان باید داشته باشند که با کشتن رئیس سفید، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و غیره امکان ندارد که این جنگ پایان یابد. او تاکید کرد که با این کار عقده مردم بیشتر می شود و بر پیچیدگی این روند افزوده می شود. امرالله صالح افزود جنگ کنونی در کشور پیچیده است و ابعاد خارجی آن به مرتبط بزرگتر از ابعاد داخلی آن است. معاون نخست ریاست جمهوری با اشاره به سفر آیت طالبان به اسلام آباد علاوه کرد که پاکستان به رهبران سیاسی طالبان گفته است که خشونت پیش از آتش بس به سود آنها خواهد بود. یک فرمانده ارتش در بلخ کشته شد. منابع امنیتی در ولایت بلخ در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند که فرمانده گارنیزون لوبای سیوم ارتش در یک انفجار کشته شده است. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که محمد طارق فرمانده گارنیزون لوبای سیوم ارتش بر اثر انفجار یک حلقه ماین در روستای بودن قلعه ولسوالی شولدره کشته شده و دو نیروی دیگر زخم برداشتند. این انفجار جمعه شب 5 ژوئیه هنگام درگیری نیروهای دولتی با طالبان رخ داده است.
همزمان برخی رسانه ها گزارش دادند که در حمله هوایی نیروهای دولتی در ولسوالی شورگره بلخ 9 جنگجوی طالب کشته شده و 7 نفر دیگر زخمی شدند. بلخ که در گذشته از ولایت های امن به شمار می رفت، طی سالهای اخیر گواهی افزایش بوده است. گفته می شود که جنگجویان طالبان در اکثر ولسوالی های این ولایت نفوذ کردند. نقد آجندای طالبان در مذاکرات صلح. خبرگزاری افاق به تازگی مجموعی از گزینه‌ها به عنوان طرح پیشنهادی طالبان برای آجندای مذاکرات منتشر شده است که البته هنوز هم به طور رسمی از سوی طالبان یا هیئت دولت تایید نشده و گفته می شود که طالبان آن را به طور شفاهی به طرف دولت ارائه کردند. صرف نظر آنچه که منتشر شده، نظر نهایی رهبران طالبان است یا نه، به نظر می رسد که جهش گزینه ها، موضوعات پیشنهادی و اولویت های راهبردی مطرح شده در این طرح درست همون چیز است که طالبان در نظر دارند. طرح مورد بحث شامل 24 مورد است که بر ترتیب اولویت و اهمیت ارائه شده است. در ادامه قسمت های پیشین در ششمین و آخرین بخش چند مورد پیشنهادی طالبان برای مذاکرات را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهیم. آزادی بیان در مطابقت به اصول اسلامی. در دوران سلطه طالبان آزادی بیان نه معنا داشت و نه مصادق، زیرا آن رژیم هیچ باور به آزادی بیان نداشت و یک جامعه تک صدا و به شدت بسته و استبدادی را پدیدار آورده بودند. هیچ رسانه مستقلی وجود نداشت و رادیوصدای شریعت تنها صدایی بود که از منطقه تحت سلطه طالبان بلند می شد. اکنون اما آزادی بیان یکی از مطالبات اصلی دولت افغانستان در مذاکره با طالبان محسوب می شود و فشارهای زیاد بر دولت برای حفظ این ارزش در صلح با طالبان وجود دارد. طالبان هم تغییرات دورای پسای امارات را درک کرده و مجبور شدند این موضوع را در آجندای خود برای مذاکره با دولت بگمارد. با این حال تاکید آن گروه بر آزادی بیان در مطابقت به اصول اسلامی نگرانی هایی را به وجود می آورد، همان نگرانی هایی که درباره حقوق بشر و حقوق زنان هم مطرح است، زیرا طالبان قائل به قرائت ویژه و منحصر به فرد از اصول اسلامی هستند و بر بنیاد تفسیر و سختگیرانه آن گروه از اسلام بیان نظرات مخالف به معنای ضدیت و دشمنی سرکوب نابودی است. از سوی دیگر در دو دهه گذشته ده ها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند که مسئول این کشتار و ترورها طالبان معرفی شدند. در دو ماه اخیر حدود 6 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کشور به شکل‌های گوناگون کشته شدند. رویدادهایی که دولت همواره طالبان را عامل آن دانسته، اما در برخی موارد طالبان دولت را متهم به دست داشتن در ترورهای این افراد کرده است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.